محتوای فارسی خواندنتون رو باز کنین. میخوایم از اول کتاب دوره کنیم. بچه فردا بهتون میخوام دیکته بگم از این درس که الان میخوایم رو خونی کنیم. پس بنابراین خیلی باید گوش کنی. حواساتون رو خیلی باید جمع کنی. آقای فرامرزی شما بفرمایید برامون درس ستایش رو همه درس ستایش رو باز کنن. آقا حالا پسرا من باز کردم بخونم بفرمایید عزیزم بخون کنم ستایش بهترین سراغاست کنه او شاید منو تو بهترین سراغاست عزیزم گوش کن بچه ها زمانی که آقای شایان میخونه همه حواساشون باشه. من فردا بچه ها میخوام دیکته بگم از این درس ها که امروز با هم دیگه میخونیم رو خونی میکنیم به همتونم میگم. پس خیلی خوب گوش کنیم. میخوام دوره کنیم این چند درسی که تا حالا خوندیم. بفرمایید. ستایش بهترین سرآغاز. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه چه کنم باز؟ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. نظامی. ای خدای مهربان، نام تو بهترین سرآغاز برای هر کار است. من کارهایم را با نام تو شروع می کنم. نام تو به من شادی و نشاط می دهد. ای خدای بزرگ، اکنون که به کلاس دوم آمده ام از تو سپاسگزارم. ای پروردگار عزیز، از تو یاری می خواهم تا همیشه در درس هایم موفق شوم. پروردگارا به من کمک کن تا فرزندی خوب برای خانواده ام باشم و برای کشور عزیزم ایران کارهای خوبی انجام دهم. متشکرم پسرم. اکنون چی میشه؟ اکنون یعنی حالا. آفرین. آغاز چی میشه؟ شروع. آفرین خیلی قشنگ گفتی. آفرین. پروردگار خدا. آفرین عالی گفتی عزیزم خیلی قشنگ گفتی متشکرم. آقای مالیان بخونه. آقای مالیان این درس رو بخون. درس ستایش. بله پسرم. خب الان با ساعتی میخونم. ستایش بهترین سر آغاز، این نام تو بهترین سر آغاز، این نام تو نامه که کنم باش، به یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. نظامی. ای خدای مهربان، نام تو بهترین سر آغاز برای هر کار است. من کارهایم را با نام تو شروع می کنم. نام تو به من شادی و نشاط می دهد. ای خدای بزرگ، اکنون که به کلاس دوم و خانم ما الان کلاس دومی ما. بله بله. خب کجا بودم؟ کلاس دوم آمده ام. از تو سپاسگزارم. ای پروردگار عزیز، از تو یاری میخواهم تا همیشه در درسهایم موفق شوم. پروردگار را به من کمک کن تا فرزندی خوب برای خانواده ام باشم و برای کشور عزیزم ایران کارهای خوبی انجام دهم. متشکرم. پسرم یاری یعنی چی؟ یاری یعنی همسفر. نه از تو یاری میخواهم یا از کمک میخواهم. یاری یعنی کمک. آغاز یعنی چی؟ الان از آقای شایان آغاز یعنی شروع. فری برای هم میگم خوب گوش کنه دوستاتون چی میگم. پروردگارا یعنی چی؟ پروردگارا یعنی به من کمک کن. یعنی خدایا. پروردگارا یعنی خدایا. گوش کردیم عزیزم. بله. خب حواس جمع باشه بازم سوال میکنم. باشه؟ باشه خانم. درس بعدم میتونم بخونم؟ سب کنید دوستای دیگه هست بخونم دو مرزه هم بشه میگم. بذار بقیه دوستا من بخونم بعد دوباره بیان بنام. کاملا کاملا کاملا. آقای سلیمی الان برمون میره درس بعد رو میخونه. بچه خوب زمانی که دوستاتون میخونن خیلی خوب گوش کنید و خوب حواسا رو جمع کنید. بخون آقای سلیم. یکی از روزهای ماه مهر
دانش آموزان آرام و با نظم وارد کلاس شدند. امیدوار پس از سلام و احوال پرسی از بچه ها خواست در گروه های خود قرار بگیرند. سپس به آنها گفت: دانش آموزان عزیز، از شما می خواهم فکر کنید و بگویید چگونه می توانید پاسخ پرسش های خود را پیدا کنید. بچه ها در گروه خود گفتگو کردن و پیشنهاد خود با روی برگه نوشتن. نماینده هر گروه آن را با صدای بلند خواند. گروه ها برای نمی کتاب ها، مجله ها و افراد دانا اشاره کرده بودند. آموزو از دانش آموزان تشکر کرد و گفت: آیا همه این نوشه ها در رایانه کتاب ها و مجله ها برای شما مفید است؟ نماینده گروه اول گفت: خیر، بهتر از کتاب ها و مجله های ویژه خود من را بخوانید. ویژه یعنی چی پسرم؟ ویژه خود ما، مخصوص خود ما. درسته، بخون. خود من را بخوانید. نماینده گروه دیگر گفت: در آخر کتاب فارسی نام کتاب های مناسبی نوشته شده است که ما می توانیم آنها را بخوانیم. آموزگار گفت: کتاب خوب مانند دوست خوب است که می تواند به ما خیلی کمک کند. نماینده یکی از گروه ها گفت: کتاب خوب را هم مانند دوست خوب، دوست پس از همفکری و مشورت با بزرگترها انتخاب بکنیم. آموزگار گفت: آفرین بر شما که خوب فکر میکنید و به درستی پاسخ میدید. حالا فکر کنید چگونه میتوانیم یک کتاب خانه کوچک در کلاس داشته باشیم. پسرم پاسخ یعنی چی؟ جواب. برگه یعنی چی؟ کاغذ. آفرین، یه ورقه کاغذ. متشکرم. خب شما یک کلمه بود که با هم شروع بشه. با هم. همراه. همراه، آفرین. دیگه چی؟ یک کلمه دیگه هم بگو. همسایه. همسایه، آفرین. یکی دیگه هم میتونه بگی؟ همبازی. همبازی. حالا یک کلمه بگو که صدای آخرش ا باشه. اداره. اداره. یه کلمه بگو صدای آخرش ه باشه. ماه. ما. شبیه. متشکرم، خیلی خوب گفتی. امیر عباس الان برامو میخونه. امیر عباس. بله خانم. کجا بخونم؟ همین کتاب خانه کلاس هم میکنم. چشم. همین کتاب خانه کلاس هم میکنم. در یکی از روزهای ماهانه دانش آموزان آرام و با نظم وارد کلاس شدن. آموزگار پس از بسرم. با نظم یعنی کسی که چی داره؟ با نظم یعنی کسی که با ادب. با نظم. با نظم یعنی با نظم داره. نظم داره دیگه. با ادب یعنی کسی که ادب داره. با نظم یعنی کسی که نظم داره. نظم داره. با انضباط یعنی چی؟ کسی که به انضباط داره. بخون بخون نماش. پس از سلام و احوال پرسی بچه ها خواست در گروه خود قرار بگیرن. سپس به آنها گفت: دانش آموزان عزیز، از شما میخواهم فکر کنید بگویید چگونه میتوان پاسخ پرسش های خود را پیدا کنید. بچه ها در گروه های خود گفتگو کردن. دو پیشنهاد های خود را روی برگه نوشته. نماینده هر گروه آن را به صدای بلند خواند. گروه ها به رایانه کتاب ها، مجله ها، افراد دانا اشاره کرده بودن. آموزگار از دانش آموزان تشکر کرد و گفت: آیا همه این نوشته در رایانه کتاب ها و مجله ها برای شما مفید؟ از نماینده گروه اول گفت: خیلی، بهتر از کتاب ها و مجله ها ویژه خودمون را بخوانیم. نماینده
باشه. اینا بگو ویژه خودمان یعنی چی بسرم؟ مخصوص خودمان. چی؟ مخصوص خودمان. متشکرم. بابایی بخونه ادامهشو. علی پاس ادامهشو بخون. نماینده گروه دیگر گفت در آخر ببینید قشنگ علی پارسا میدونست کجا بود. تا بهش گفتم قشنگ چیکار کردش، از همون جایی که باید ادامه میداد ادامه داد. بفرمایید. نماینده گروه دیگر گفت در آخر کتاب فارسی نام کتاب‌های مناسبی نوشته شده است که ما میتوانیم آنها را بخوانیم. آموزگار گفت کتاب خوب مانند دوست خوب است که میتواند به ما خیلی کمک کند. نماینده یکی از گروه ها گفت کتاب خوب را هم مانند دوست پس از همفکری و مشورت با بزرگترها انتخاب میکنیم. آموزگار گفت آفرین بر شما که خوب فکر میکنید و به درستی پاسخ میدهید. حالا فکر کنید چگونه میتوانیم یک کتابخانه کوچک در کلاس داشته باشیم؟ خب پسرم پاسخ معنیش چی میشه؟ معنیش پاسخ جواب. آفرین آفرین. برگه چی میشه؟ برگه ورقه. آفرین آفرین. ویژه خودمان؟ مخصوص خودمان. خانوم جانم سپاسگزاری یعنی چی؟ سپاسگزاری یعنی تشکر کردن. آفرین. حالا شما خوب گوش کن، دو تا کلمه بگو صدای آخرشون ا داشته باشه. نامه. نامه. یه کلمه دیگه هم بگو. برگه. شما دو تا کلمه بگو که با هم شروع بشه. هم بازی هم اتاق. خیلی خوب. میتونی معنی هم اتاق رو بگی؟ دو نفری که در یک اتاق کار میکنن یا در یک اتاق هستن. درسته. خب بله. میشه میکروفونم روشن باشه؟ خب آقای با ادب یعنی کسی که چیه؟ خانم ادب داره. با ادب یعنی کسی که ادب داره. با سلیقه یعنی کسی که چی؟ یعنی کسی که سلیقه داره. درسته. با انضباط چی؟ با انضباط یعنی کسی که انضباط. متشکرم. آقا سپر. آقا سپر. بچا نگاه کنه، همه دوستاتون دوست دارم میکروفوناش روشن باشه. اگه این کار بکنم صدا اکو میشه، کیفیت صدا بد میشه. مجبورم که بچا یکی یکی میکروفونا روشن کنم. محمود چه رو برام بخونه؟ آقا محمود بفرمایید. آقا محمود. خانم بس نمیشد شد صدام. خانم بخونم؟ من بخوان و حفظ کن یار مهربان. من یار مهربانم دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم، پندت دهم فراوان. من یار پندانم، من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم. از من مباش غافل، من یار مهربانم. عباس یمینی. عباس یمینی شریف. خب آقای محبوب حالا یه بار از حفظ برامی بخونم. از حفظ بخونم. من یار مهربانم دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم. از من مباش غافل، من پندت دهم فراوان. پندت دهم فراوان. من یار پند
دندانم من دوستی هنرمند با سود و بیزیانم از من مباس غافل من یار مهربانم از من مباس غافل من یار مهربانم. متشکرم، خیلی خوب خوندی بچه. مباش یعنی نباش. الان خب من آقای آرادو، آقای آرادم برمون از حفظ بخونه، من یه بار از رو میخونه، اگه نتونست بعد بار دوم از حفظ میخونه. آراد برامون سلام. سلام پسرم، بخون. من یار مهربانم دانا و خوشبیانم، دانا سخن فراوان با آنکه بیزیانم، پندت دهم با آنکه زبانم. بخون پسرم. پندت دهم دهم فراوان من یار پندانم، من دوستی هنرمند با سود و بیزیانم، از من نباش غافل من یار مهربانم. عباس یمینی شریف. متشکرم پسرم. مباش یعنی چی؟ یعنی نباش. مباش یعنی نباش. غافل یعنی چی؟ یعنی بیخبر. باسود یعنی چی؟ یعنی فایده دارم. کتاب بچه ها دیدین دیروز بهتون گفته بودم کتاب بخونین ساعت آخری. بله هر... با هم یه چیزی بگم، من یه چیزی فهمیدم. همکار. آفری، معنیشو میتونی بگی یعنی چی پسرم؟ کسایی که توی یه اتاقن با هم کار میکنن، کار دارن، یه شغل دارن. متشکرم پسرم. یه کلمه بگو صدای آخرش ا باشه. اداره. آفری، خیلی هم ممنون، عالی گفتی عزیزم، متشکرم، عالی بود. آقای سرمدی شما شعر رو از حفظ برامون بخون ببینم. دوربین تو روشن کردم. بخونه. بفرمایید. از حفظ فقط بخونه. از حفظ. من یار مهربانم دانا و خوش بیانم، گویم دانا و خوش بیانم. نه تو شعر نمیگیم و دیگه دانا و خوش بیانم. بفرمایید. من یار مهربانم دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم، پندت دهم فراوان من یار پندانم، من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم. باسود و بی زیانم. ببین تو شعر گفتم و نمیگیم، بیایم با هم ترکیب میکنیم. باسود و بی زیانم. بگو. با سود و بیزیانم. خب از من نباش غافل من یار مهربانم. خب مباش یعنی چی؟ نباش تو شعر اینجوری. آفره بگی. بله. خب پسرم میتونه برای من دو تا کلمه ترکیبی دیگه بگی که وش و او تلفظ کنی؟ من یه مثال میذارم. کمک، شیرینی و شربت، مادر و پدر، مادر و پدر، سود و بیزیان، دیگه چی؟ دانا و خوشبیان. خب یه کلمه هم بگو صدای آخرش ا باشه. صدای آخرش خاطره. خاطره. یکی دیگه هم بگو. اداره. اداره. غیر از این همه تو اداره رو داریم بگیم، بازم هست که بچه. بچه. آفری. حالا بذارم شما یک کلمه بگو که با هم شروع میشه، بعد معنیش هم بگو. هم فکر. هم فکر معنی چی میشه؟ یعنی دو نفر که با هم یه فکر رو دارن. بله، فکر مشترک دارن. خب صفحه بعد رو بیار. مسجد محله رو بخون برامون. مسجد محله.
مسجد محله ما. مردم محله ما بسیار خوشحال بودند. کار بنایی مسجد تازه تمام شده بود. مردم می‌خواستند برای اولین بار نماز را به جماعت در مسجد بخوانند. مسجد چراغانی شده بود. حوض مسجد پر از آب بود. مهدی با پدر و مادرش گلدان‌های پرگلی را که آورده بودند کنار حوض قرار دادند. متشکرم. اینجا تو این خط دو تا کلمه ترکیبی دیدی. کدوم بود؟ مادر و پدرش. پدر و مادرش. متشکرم. خیلی ممنون. آقای شهرسام برامون بخونه و ادامهشو. آقای شهرسام بفرمایید. بخونم واسه تو؟ بفرمایید. بعد از نه. چند نفرم شیرینی و شربت. اینجا بخون. چند نفر هم شیرینی و شربت به مردم دادن. میدادن. عزیزم. آقا شهرسان آروم بخون. اصلا عجله که نداریم ما. آروم میخونیم که هول نشی. بفرمایید. من آخه میخوام یکم خوب درسمو بخونم به خاطر همین دوستان. شما خیلی خوب میخونی. عالی میخونی عزیزم. خیلی خوشگل میخونی. بفرمایید. خوبتر بشه. باشه بخون. هر جور حتی بخون. هر جور دوست داری بخون. یه نفرم شیرینی و شربت به من میدادم. بله. بعد از نماز امام جماعت از همه کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده. آفرین. مسجد خانه خداست. وقتی برای خواندن نماز به مسجد می آییم از حال یک دیگر باخبر می شویم و با هم فکری می توانیم کارهای خوب و بزرگ انجام بدهیم. آفرین. هنگامی که مهدی با پدر و مادرش از مسجد خارج می شدن مهدی رو به مادرش کرد و گفت من با دقت حرفای پیشنماز را خانم پیشنماز بگم چیه؟ عزیزم بگو. امام جماعت. آره عزیزم کاملا درست گفتی. بفرمایی. پیشنماز گوش دادم. سخنان او خیلی جالب بود. من همیشه فکر می کردم مردم برای نماز خواندن به مسجد نمی آیند. بخون عزیزم خیلی قشنگ می خونی. عالی می خونی. نمی دانستم که مسجد محله ما کلاس ها آموزش قرآن نقاشی رایانه. خانم رایانه یعنی چی؟ کامپیوتر عزیزم. کامپیوتر. رایانه و عکاسی دارند. در آنجا کتابخانه خوبی نیز برای کودکان و وجود دارند. شهرسان جان چند لحظه صبر کن پسرم. همه نگاه کنین. آقا شهرسان شما نگاه کن جلوی مادر جان به چه علامتی گذاشته. مادر جان علامت عاطفی گذاشته. احساسی. آفرین. خوشگل گو. احساس علامت احساسشو داره بیان میکنه. میگه مادر جان یعنی احساس خودشو بیان کرده. آفرین. با جان گفتن احساسشو بیان کرده علامت عاطفی گذاشته. متشکرم. منم دلم میخواهد در یکی از این کلاس ها شرکت کنم و از کتابخانه آنجا استفاده کنم. مادر و پدرش لبخند زدن. به مهدی زدن و با هم به طرف خانه رفت.
متشکرم، خیلی قشنگ گفتی ازم، خیلی خوب جانم. بچه ها علامه نگارشم معنیاشو بگم چی عزیزم؟ از من چند سوال بپرسین که معنیاشو بگم. الان میخوام بپرسم پسرم با خبر یعنی چی؟ کسی که از چیزی خبر داره، چون که خانم من همیشه خانم من کار میکنم یادم میره، میخوام ازم یکم بپرسم. چش میپرسم، با دقت یعنی چی عزیزم؟ کسی که دقت داره. آفرین، مثل شما، مثل شهسان، مثل بچه های کلاسمون که دقت دارن. شهسان جان، پسر گلم. بله عزیزم، یک کلمه، یک، البته شما خیلی کلمات ترکیبی و خیلی خوب اشاره کردی، دو تا کلمه ترکیبی از درسمون بگو. شیرینی و شربت و مادر. آفرین، عالی گفتی. کمک و همکاری. آفرین. بسرم با انضباط یعنی کسی که چی؟ کلاسی که انضباط دارد، مثل کلاس ما که همه انضباط دارد. مثل کلاس ما، آفرین، نکته خیلی خوبی رو گفتی. کلاس ما همشون انضباط دارن. بچه های مقشن سر کلاس آماده میشن، به موقع میان، اصلا غایب نمیشن. آفرین، آفرین، مشقاشون خیلی خوشگل، با نظم و خوشخط. البته بعضی ها دیگه خیلی خوشخط بنویسن، بعضی ها سعی میکنن که خوشخط تر بنویسن. بچه ها دوستم یه خبر بدم، کسی نشنوه با موقع معاونا نشنوه. بچه ها هر کیم خیلی خوش خط بنویسه امتیازی ویژه داره، با یه رازی باشه بین خودمون. پس سعی کنید مشقاتون خیلی خوشگل و خوش خط بنویسید، چون در آخر بچه ها اونا که خیلی خوش خط بنویسن ایشون بچه ها یه امتیازی ویژه میدن. حالا نمیگم بله بفرمایید. شما گفتین که اونی که نمازو خوندم واسه تون یه چیزی گفته حفظ کنش، اونو من میخوام کار کردمش. فردا میخونی اونو؟ باشه عزیزم، تشهد و فردا ازت میپرسم. آره عزیزم، فردا میپرسم. خیلی خوشگل جواب دادی، متشکرم شهرسان جان، عالی بود عزیزم، خیلی خوب بود عزیزم، عالی بود. برامون آقا سام میخونه الان. سام چه گونده پر برکت برامون بخون. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. پس پیرمردی و پیرزنی با دو نوه کوچکشان در مزرعه ای زندگی می کردند. پیرمرد هر سال در مزرعهش چیزی می کاشت. آن سال هم تصمیم گرفت چغندر بکارد که مزرعه سرسبز شد و بزرگ. برگ چغندرها بزرگ و بزرگتر شدن. یک روز پیرزن خواست آش چغندر بپزد. پیرمرد گفت همین حالا می روم و برایت یک چغندر رسیده می آورم. پیرمرد به مزرعه رفت. چغندر ری را انتخاب کرد و انتخاب به بعد برگهای آن را گرفت و کشید. اما چغندر بیرون نیامد. پیرمرد که خسته شده بود پیرزن را صدا کرد.
پیرمرد 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 با پیرزن پیرمرد برگهای چغندر رو گرفت. منم برم صفحه بعد. خواهش میکنم عزیزم. پیرزن شال کمر پیرمرد را گرفت، با هم کشیدن و یک صدا خواندند: چغندرک چغندرک، آی شیرینک بیرون بیا بیرون بیا، از دل خاک بیرون بیا، با یک تکان با دو تکان باز هم با سه تکان با سه تکان. اما فایده ای نداشت، چغندر از خاک در نیومد که نیومد. پیرزن دواهایش را صدا کرد. نواهای پیر مرد و پیرزن درست میخونه عزیزم؟ پیر مرد و پیرزن به کمک آنها آمدند. به کمک آنها آمدند. خانم زنه گم کردم. گم کردی؟ خط چهارم عزیزم. برگهای چغندر رو گرفت عزیزم. خط چهارم. پسرم. برگهای چغندر را گرفت. پیرزن شال کمر پیرمرد را گرفت. دامن مادر بزرگش رو گرفت و دخترک گوشه کت برادرش رو. متشکرم عزیزم. متشکرم پسر زرنگم. ممنون عزیزم. خانم نه ادامهش رو خانم من میخواستم بگم که من میخوام تو مسابقه صبحگاه شرکت کنم و توی ورزش باشم. باش اشکال نداره. باشه پسر، بعدا راجع به اون صحبت میکنیم. سلام. آقا راستی بخونه. آقا راستی ادامهش رو بخون. خانم من میخواستم از اونجا بخونم. کجا بود؟ خط پنجم بود؟ آره عزیزم، خط پنجم بخون. کاملا درست گفتی عزیزم. راست اینجونم گوشه کتی برادرش کت برادرش را کشیدن و یک صدا خواندن: چغندرک چغندرک، آی شیرینک بیا بیا بیرون بیا، از دل خاک بیرون بیا، با یه تکان با دو تکان با سه تکان با چهار تکان. چغندر بالاخره از خاک در آمد. از آن طرف پیر مرد و پیر زن و پسرک و دخترک به زمین افتادند. اما وقتی چشمانشان به چغندر افتاد، از خوشحالی فریاد کشیدند: وای چه چغندری شیرینکی، چقدر بزرگ چقدر بزرگ چقدر بزرگ. زودتر از آن که فکرش را بکنید، سر کله همسایه های پیرمرد و پیرزن پیدا شد. همه از دیدن چغندر به آن بزرگی تعجب کرده بودند. آن روز پیرزن یک بزرگ آج چغندر پخت و آن را میان همسایه ها تقسیم کرد. چه آج خوشمزه ای، چه چغندر پربرکتی. خب پسرم نگاه کن عزیزم. بچه همتون نگاه کنی. ببینه اینجا گفتی که دخترک، یعنی هر موقع آخر مثلا یک کلمه که بیاره به معنی مثلا کوچیکه. دخترک یعنی دختر کوچک. پسرک این که به معنی کوچکه. پسرک یعنی پسر کوچک. چغندرک چغندر کوچک. خب شما حالا میتونی یه کلمه بگین که آخرش که بیه به معنی کوچک باشه؟ اشکال نداره. اتاقه کوچک.
عروسک. عروسک، عروس کوچک، متشکرم. خب پسرم از این داستان چی نتیجه گرفتیم گلا؟ نتیجه گرفتم همه کارا رویی که نمیتونیم به تنهایی انجام بدیم با همکاری میشه انجام داد. آفرین. خانم فقط یه چیزی شاره من یار مهربانم رو حفظ بخونم. بفرمایید. خواهش بکنم بفرمایید. من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، پندت دهم فراوان من یار پندانم، من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم، از من مباش غافل من یار پندانم. متشکرم. این شعرشو کی گفته عزیزم؟ شاعرش یمینی شریف. متشکرم عزیزم. حالا من میگی آخرش ای باشه؟ بله. صبحانه. آفرین. متشکرم. من دیگم بگم؟ بفرمایید. چی؟ دیوانه. دیوانه. هندوانه. متشکرم راستین جان، عالی بود، خیلی هم خوب بود، ممنون. حالا آقای زمانی برامون یه درس بعدشو میخونه. من سکوت میکنم، آقای زمانی میخونه برامون. حسن سلام خانم. بفرم. سلام عزیزم بفرمایید. خرس کوچولو بارها شنیده بود که میکروب‌ها موجودات خطرناکی هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت با آنها بجنگد. یک روز صبح زود چوبی برداشت و به راه افتاد. در راه به یک رنده گنجشک رسید. نگاهی به او کرد و گفت: من میخواهم با میکروب‌ها بجنگم. تا آنها را این طرفا ندیرایی؟ گنجشک جواب داد: اینطوری که نمی شود. تو باید 3 نقطه. اما خرس کوچولو به بقیه حرفای او گوش نکرد و رفت تا به بچه فیلی رسید. پرسید: تو میکروب ها را این طرف ها ندیده ای؟ من میخواهم با میکروب ها بجنگم. بچه فیل گفت: اگر میخوای با میکروب ها بجنگی، باید اول دستهایت را خوب بشویی. خرس کوچولو که از حرف های بچه فیل هم چیزی نفهمیده بود، ناراحت و بی‌حوصله به راه افتاد. کمی بعد خسته و گرسنه زیر درختی نشست تا استراحت کند. بالای درخت یک کندوی عسل بود. خرس کوچولو تا چشمش به کندو افتاد خوشحال شد و از درخت بالا رفت. عسل ها را با همون دست های کثیفش خورد. گفت: حالا خیلی خستم، فردا می آیم با میکروب ها می جنگم. روز بعد خرس کوچولو بیمار شد. بس شد. خیلی بنیامین جا شما بعد امیررضا بخونه، بعدن شما. باشه پسرم بخون. امیررضا بخون. خانم از ادامش. بله از ادامش بخون. خانم ادامش نمیدونم کجاست. چرا نمیدونی کجاست؟ از اینجاست. روز بعد. از اینجا. دیدی کجاست؟ دیدی؟ پسرم دیدی؟ روز بعد بذاریم
روز بعد پس کوچولو بیمار شد و دیگر نتوانست به جنگ میکروب ها برود. مادرش به او گفت: عزیزم، اگر اول از من میپرسیدی که میکروب ها کجا هستند و چطور میشود با آنها جنگید، به تو میگفتم. تو باید بدانی میکروب ها در جاهای کثیف زندگی میکنند، پس برای جنگیدن با آنها بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه داری و دستهایت را قبل از غذا خوردن بشویی. حالا هم باید استراحت کنی تا دوباره سالم و شاداب شوی. متشکرم. پسرم یه جمله خبری از توی درس به ما بگو. یه جمله خبری؟ بله بله. روز بعد خرس کوچولو بیمار شد و نتوانست به جنگ میکروب ها برود. متشکرم. یه جمله سوالی هم از توی درس بگو حالا. خب خانم، یه جمله سوالی؟ بله پسرم. من میخواهم با میکروب ها بجنگم. تو آنها را اینجا ندیده ای؟ آفرین، چه قشنگ گفتی عزیزم. عالی گفتی. پسرم، بی ادب یعنی کسی که چیه؟ ادب ندارد. بیکار یعنی چی؟ کسی که کار ندارد. بی‌حوصله یعنی چی؟ کسی که حوصله ندارد. متشکرم عزیزم، عالی خوندی. حالا آقا شایان که خونده بود، حالا آقای سامیار، سامیار برامو میخونه. راه سلامتی رو برامون بخون سامیار. راه سلامتی؟ بله بله، حکایت راه سلامتی. تا آخرش؟ آره تا آخرش دیگه، بخون پس. بس. روزی پزشکی نزد پیامبر صلی الله یعنی پیش پیامبر. گفتیم هر موقع اسم حضرت محمد رو شنیدیم چی کار میکنی؟ صلوات میفرستیم. آره، حالا شما بخون، شما که داره میخونی، اونا که مثلا خب بخون پسرم. بفرمایید آقا سامیار، بخون عزیزم. گفت: مدتی از که مردم برای درمان پیش من نمی آیم. عزیزم نمی آیم. با دقت بخون سامیار جان. ببین و من بیکار مانده ام. مگر چه اتفاقی در این شهر افتاده است؟ سامیار جان این چه جمله ایه؟ مگر چه اتفاقی؟ آفرین، متشکرم. بفرمایید. بخون سامیار، کتابتو نگاه. سامیار بخون. پیغمبر. پیغمبر صلی الله. آفرین، با مهربانی فرمودن. صلی الله علیه و آله فرمودن. مردم این هستند زیرا به آنان چیزهای را سفارش کرده ام و مردم هم به سفارش های من عمل می کنند. بفرمایی اگه شما بخون. پزشک پرسید: ای رسول خدا، چه سفارش هایی به مردم داده ای؟ نگاه کن خوب با دقت ببین، نگاه کن عزیزم، نگاه کن کتابتو، نگاه کن کسای دیگر رو نگاه نکن، کتاب نگاه کن.
کتاب نگاه کن. پیامبر، پیامبر گرامی عزیزم نگاه کن کتابتو. صلی الله علیه و آله فرمودن به مردم آفرین گفته ام بلدی، فقط با دقت بخون سامی. آفرین بخون. تا گرسنه نشده اند آفرین چیزی نخورند. آفرین. هنگام گرسنگی نیز به اندازه بخورند و پیش از سیر شدن دست از غذا بکشند. آفرین. بخون ازم یه خط دیگه مونده، یه خطم بخون. پزشک کمی به فکر رفت. فرو رفت یعنی فکر رفت و سپس گفت آری به راستی که راز تندرستی مردم در همین است. آقای سامیار الان زنگ تفریح فرصت داریم، الان یه بار یه راه سلامتی خودت بخون که وارد کلاس شیم دو مرتبه بر من سریع تر بتونی بخونی. قبوله متشکرم. با خود تمرین کن، بعد از زنگ تفریح برامو دوباره بخون. باشه سامیار جون متشکرم. باشه الان یه زنگ تفریح. Thank you.